اینکه خب ما خیلی همون با این قضیه لیزر و چشمای لیزری واسه بیت کوین 100 هزار تایی آشنا شدیم، ولی من واقعیت اصلا حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم. چرا؟ اینکه حالا ما مطمئن هستیم بیت کوین واقعا یک تکنولوژی خیلی خوبه، یک پول خیلی خوب هست، ولی صحبتی که میشه اینه که متاسفانه اکثر افراد توی این فضا به دنبال این هستن که 1000 تومنشون بشه 2000 تومن، 3000 تومنشون بشه 10000 تومن، و با این وعده وعیدها سمت کریپتوکارنسی. من چند روز پیش رفته بودم کلوتای شهداد واسه به حساب برنامه تفریحی داشتیم، و چند نفر اونجا که من دیدن متوجه شدن که من پادکست دارم توی این حوزه، اومدن ازم سوال پرسن و کلا بیت کوین و دنیای کریپتوکارنسی رو با نمودار، با چارت، با قیمت میشناختن، با بازار مالی میشناختن، گفتن چجوری سود کنه. اصلا روی مبحث اصلی چیز نمیشدن، فوکوس نمیشدن. من خودم میگم از همون چارت و نمودار شروع کردم، بعدها متوجه شدم نه، اصلا اصل ماجرا چیز دیگه ای. مهم نیست که حالا بیت کوین بشه الان 5000 دلار، فردا بشه مثلا 6000 دلار. به قول آقای مالکی حرف قشنگی میزد، میگفت از بین تمام بیت کوینرای ایرانی فکر کن فردا بیت کوین میشه 1000 دلار، چند نفرشون مثل زیاست، چند نفرشون مثل آقای جوادی و امثال هم حاضر هستن که باز همون اعتقادات قبلی که راجع به بیت کوین داشتن چه خوب و بد رو نگه دارن. ممکنه 2 نفر 3 نفر اصلا 10 نفر اینجوری باشن، ولی خیلی دیگه واقعا اینجوری نیستن. و مهمترین قضیه به نظر من تو این ماجرا اینه که باید یه جورایی این مفهوم پولی، این ساختار پولی و این کارکرد بیت کوین تبیین بشه، تعریف بشه، جوری که دیگه واژه خود بیت کوین اصلا برای ما مهم نباشه، این کاری که بیت کوین میکنه مهم باشه. همون صحبتی کرد گفته راننده نباید داشته باشیم. به نظر من راننده به اسم بیت کوین نیاز نیست، همین ساختار بیت کوین مهمه و ما باید این آگاهی رو جوری بالا ببریم که اگه 2 روز دیگه فرضاً اسم بیت کوین از این رفت، این سیستم کلا نابود شد به هر دلیلی، ما که از آینده خبر نداریم، متوجه باشیم که ساختارش چی بود، چه ارزش‌هایی رو من نشون داد، و بفهمیم که آره ساختار مالیاتی باید از این ارزش‌ها پشتیبانی کنه. اینجوری به نظر من خیلی بهتره و حتی توی کلاهبرداری‌ها و شیت کوین‌ها هم کمتر موفق میشن این کارو رو انجام بدن. کاملا با حرفت موافقم و چقدر خوب که اینو هم مطرح کردی، که چون که توی یکی از گزیده هایی که از پادکستام که به زبان انگلیسی بود با مهمونی که داشتیم در مورد همین قضیه صحبت کردیم، با وجودی که خود من عکسم چشمام لیزریه و همون کسی هم که باش صحبت میکردم چشمش لیزری بود، همین دیدگاهو داشتیم که همه چیز بیت کوین قضیه قیمت نیست. قیمت گویای خیلی چیز هست، یعنی قیمت اهمیت داره چون که نشون دهنده این هست که چقدر اداپت شده، چقدر اتخاذ شده، چقدر مردم نسبت بهش اقبال پیدا کردن، چه کسی از جامعه بهش علاقه داره و به سمتش کشیده شده، اهمیت هایی رو داره. اما قیمت بیت کوین همه چیز واقعا نیست. قیمت بیت کوین همون تغییر ساختاری هست و اصلا به قول خودت گفتی که اصلا فکر کن که بیت کوین نابود بشه، به هر حال یه بحث هایی رو برای ما باز کرده و یه دغدغه هایی برای ما به وجود آورده که همچنان پا بر جا خواهند بود و اون دغدغه ها هستن که اهمیت دارن، نه یه دلار بشه 2 دلار و اینها. و کاملا با حرفت موافقم.